ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران. اگر بخواد ماشین پروپاگاندای ایران رو در مجموع، چون من میدونم شما به دقت دنبال میکنید، ویدیوهای روزانه هم میدید، بخواد بگید تو این روزها عملکردش چی بوده، کارش چی بوده رو کوتاه بخواد توضیح بده، چی فکر میکنید، چی میگید؟ ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای سرکوهی، خانم کنانی و همه بینندگان عزیز، والا به نظر من همون ردقای سابق رو دارن فتح میکنن، یعنی همین پروپاگاندای 45 ساله دشمن محور به اصطلاح فرافکن همه چیز دست خارجی هاست، توری توطئه و به خوبی شما توضیح دادید، در واقع روئیده بر بستر یک حکومت ایدئولوژیگرای عقب افتاده از نظر من قرون وسطایی و حیاتش در واقع در همین دشمن داشتن و همین مسئله عرض شود که اختلاف افکنی و غیروهه. اتفاقا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بخش رسانه گروهی شکست خورده، یعنی رادیو تلویزیون رسمیش با اون همه عرض و طولی که داره جلوی رسانه های گروهی خارج از ایران شکست خورده، به یه دلیل خیلی ساده که دروغ میگن و مردم اعتمادشون سلب شده. اما اون بخش سایبریش که مخفی هم هست، یه ده بازنشسته های وزارت اطلاعات و سپاه و اینا را آوردن پرکلیک بهشون پول میدن، اینا رو نشوندن با هر کدوم 5 تا 6 تا آی پی آدرس و کامپیوتری که در اختیارشونه، صبح تا شب توی این شبکه‌های اجتماعی ان بهشون هم میگن چه جوری حمله کنن و به دست اونا در واقع میشه گفت این بخش ماشین پروپاگاندا هنوز داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه. البته یه بخش دیگه هم هست که نگرش داشته اونا ماشین سرکوب بشه، بقیه بخش حکومت ستونهای نگه دارنده حکومت ریزش کرده، تو مردم ریزش کرده و پایگاه مشروعیت مقبولیتی نداره. الان جمهوری اسلامی روی این دو بخش استاده، ماشین نصف ماشین پروپاگاندا که عمدتا سایبریه و ماشین سرکوبش که هست، اینا ارز خود میبری و زحمت ما میداریه، یعنی جنجال درست کردن این که ملیه و بیاید و وایسین و به قول وزارت اطلاعات بعد از 7 اکتبر پارسال که فکر می‌خواستن تظاهرات را بندازن 10,000 نفر بیشتر نتونستن جمع کنن، حتی آدم خودشون هم نیومدن تو میدون فلسطین، میدون کاخ، گفته بود مردم به طرز ترسناکی به حکومت پشت کردن و به هیچ وجه پشتیبان این سیاست ها نیستن. بنابراین فکر میکنم هم هوشیاری مخالفین رو میطلبه که تو دام نیفتن و این جنجالا و اینا حکومت طرفی ازش نمیتونه ببنده، ملت رو بیاره پشت خودش متحد کنه برای این جنگی که جنگ ملت ایران نیست، جنگ خامنه‌ای و سپاه با اسرائیل.